سرخط خبرها. بزرگترین قاتل روی زمین توسط یکی از دست پرورده هایش تکه تکه شد. پس مسئولیتش را کی بر عهده گرفت؟ جبهه آزادگان و یا هم داعش؟ دیدار متقی با نماینده ویژه ایران در مورد وضعیت اضطراری افغانستان. مسئول جلب و جذب طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد، او کیست؟ خشم ده ها اقتصاددان امریکایی بالای جو بایدن و خاطر نگه داشتن دارایی های افغانستان. خالد حنفی، حقوق شرعی زنان را می دهیم. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید، لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. متقی با نماینده ویژه ایران دیدار کرد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، از دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان خبر داده است. آقای تکل امروز با نشر توییت نوشته است که امیرخان متقی با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان، بهادر امینیان سفیر ایران در کابل و سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران دیدار کرده است. او افزوده است که در این دیدار در رابطه با بهبود روابط اقتصادی و تجارتی، مشکل‌های بانکی شهروندان افغانستان مقیم ایران و سرنوشت زندانیان افغانستان در آن کشور گفتگو کرده اند. این در حالی است که در این اواخر تنش‌های مرزی میان طالبان و ایران افزایش یافته است. خبر بعدی، مسئول جلب و جذب طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که مولوی حسیب، مسئول جلب و جذب طالبان در ولسوالی اندر این ولایت کشته شده است. بر اساس معلومات منابع، این مسئول طالبان امروز در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس کشته شده است. با گفته منابع، وی باشنده اصلی ولسوالی اندر ولایت غزنی است و از مدت به این سو مسئولیت جلب و جذب افراد برای طالبان را بر عهده داشت. از سوی دیگر، جبهه ملی آزادگان با پخش خبرنامه مسئولیت کشتن این عضو گروه طالبان را بر عهده گرفته است. منابع محلی در ولایت غزنی تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. خبر کشته شدن مسئول جلب و جذب طالبان در ولسوالی اندر در حال نشر می شود که پیش از این نیز چندین تن از مسئولان ارشد طالبان در این ولایت توسط پهپادهای بدون سرنشین هدف حوالات هوایی قرار گرفته بود. خبر بعدی، ده ها تن اقتصاددان آمریکایی خواستار رهایی پولهای مسدود شده افغانستان شدند. جوزف استیگلز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و 70 اقتصاددان دیگر، در بیانیه با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار آزادسازی پولهای مسدود شده افغانستان شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این اقتصادهای برجسته آمریکا و کشورهای مثل بریتانیا، آلمان و امارات از بایدن خواستند که میلیاردها دلار سرمایه افغانستان که توسط این کشورها مسدود شده را به بانک مرکزی افغانستان بازگرداند. در این نامه آمده است که پولهای مسدود شده دارایی‌های افغانستان که به شدت به آن نیاز دارد، زیرا به باور آن حدود 70% مردم افغانستان تأمین نیازهای اولیه‌شان را ندارند. در این نامه آمده است که مردم افغانستان برای حکومتی که انتخاب نکردند رنج مضاعف متحمل شدند. به منظور کاهش بحران انسانی و قرار دادن اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود، ما از شما می‌خواهیم که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهید تا ذخایر بین‌المللی خود را بازیابی کند. این نامه که خطاب به جانت یل وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز ارسال شده، توسط 71 اقتصاددان و کارشناس دانشگاهی امضا شده که بسیاری از آنها در ایالات متحده و همچنین آلمان، هند و بریتانیا مستقر هستند. آنها در این نامه پیشنهاد اخیر آمریکا و طالبان در مورد آزادسازی نیمی از دارایی‌های افغانستان و منظور استفاده بشردوستانه در این کشور رد کردند. این در حالی است که آمریکا و کشورهای غربی پس از تسلط طالبان بر افغانستان ذخایر ارزی کشور را که حدود 8 میلیارد دلار می‌شود را مسدود کردند. با روی کار آمدن طالبان، افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو شده، نظام بانکی نزدیک سقوط کند و فقر و گرسنگی روز بر روز میان مردم تشدید می شود. اگرچه طالبان بارها بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان تاکید کردند، اما برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت دیگر برای رهایی از بحران کنونی در کشور نباشند. خبر بعدی، داعش مسئولیت حمله بر مدرسه رحیم الله حقانی را بر عهده گرفت. سایت خبررسانی گروه داعش اعماق با نشر خبرنامه مسئولیت کشتن مولوی رحیم الله حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی را بر عهده گرفته است. در این خبرنامه گفته شده است که مهاجم انتحاری
این گروه با دور زدن تمام استحکامات امنیتی خودش را به مدرسه رحیم‌الله حقانی رسانده و واسکت انتحاریش را منفجر کرده است. داعش در این خبرنامه که ناوقت این روز منتشر شده مدعی شده است که با شمول این عضو ارشد گروه طالبان چندین تن دیگر نیز در این حمله کشته شدند. رسانه‌های غربی امروز گزارش دادند که چندین عضو طالبان با شمول شیخ رحیم الله حقانی در اثر یک حمله انتحاری در منطقه ششترک کابل کشته شدند. نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی از این انفجار نشر شده نیز نشان می‌دهد که در و پنجره خانه‌ای که در آن انفجار صورت گرفته تخریب شده و تعدادی از افراد جسد را که گفته می‌شود فرد انتحاری است با سنگ و لگد می‌زنند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت نوشته است که شیخ صاحب رحیم الله حقانی در حمله وحشیانه دشمن بی‌رحم کشته شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کابل گفته است که در اثر یک انفجار در مدرسه متعلق به رحیم الله حقانی خود او و برادرش کشته شده است. رسانه‌های غربی گزارش کردند که این انفجار توسط فردی صورت گرفته که پیش از این یک پایش را از دست داده بود و مواد منفجره را در پای مصنوعی خود جابجا کرده بود. رحیم الله حقانی از اعضای شبکه حقانی پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در پاکستان فعالیت داشت و یک مدرسه دینی را در پشاور اداره میکرد و پس از فروپاشی دولت افغانستان او مدرسه اش را به کابل منتقل کرد. بسیاری از اعضای طالبان شامل فرماندهان و سران این گروه از دانش آموزان مدرسه شیخ رحیم الله حقانی هستند که در 20 سال گذشته در پشاور فعال بود. خبر بعدی، خالد حنفی تازه گفته است که حقوق شرعی زنان را می دهیم. شیخ خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می گوید که در 20 سال گذشته حقوق زنان به آنها داده نشده، اما طالبان حقوقی را که به زنان می دهند که اسلام داده است. این در حالی هست که سازمان حقوق بشری حکومت طالبان را برای زنان و دختران فاجعه بار توصیف کرده است. او افزوده است که در 20 سال گذشته هیچ کسی واقعا صدای حقوق زنان را نشنیده و صدای آنها را بلند نکرده. هیچ کسی به آنها حق ارث نداده و هیچ مهریه به آنها تحویل داده نشده. اما اکنون امارت اسلامی تلاش میکند تا همه حقوقی را که اسلام داده به آنها را بدهد. او گفته است که در 20 سال گذشته حقوق زنان بیشتر به شکل شعار بوده، اما حقوق زنان را همواره نفی کردند. اما با گفته او طالبان تلاش دارند به زنان حقوق کامل اسلامیشان را بدهند. او همچنین از ایجاد اداره شکایت در چارچوب حکومت طالبان خبر داده و گفته است که هیچ نهادی از این امر مستثنا نیست و باید همه پاسخگو باشند. او خطاب به محتسبان طالبان گفته که با نام امر به معروف و نهی از منکر مردم را لاتکوب نکنند، بلکه با مردم به خوبی رفتار کنند.